دوباره می سازمت وطن، اگرچه با خشت جان خیش، ستون به سقف تو می زنم، اگرچه با استخوان خیش. اگر نیت یک ساله دارید، گندم بکارید. اگر نیت 10 ساله دارید، درخت بکارید. اما اگر نیت 100 ساله دارید، انسان تربیت کنید. اما چرا تربیت و تعلیم این همه با اهمیت است؟ تعلیم و تربیت مهم است، چون که موضوع آن انسان است و پالایش انسان، چون که هدف آن سربلندی و عظمت یک ملت است و پیروزی و کامگاری آن. اما در این سرزمین یعنی افغانستان، در درازای تاریخ هر کی آمد به نوبه خود ضربه محکم به بدنه تعلیم و تربیت کوفت، به بهانه های متفاوت و خواست های بی بنیاد. مکتب های ما را که خانه ظهور نوابغ، شاهان، دکتران و فیلسوفان بود و مکاتبی که خشت خشت آن با خون دل ساخته شده بود را با آتش کشیدند و میلیون ها کودک این خاک را به سرنوشت ساختند. همان بود که سقف و ستون کتابخانه ها، دانشگاه ها و مراکز علمی از شرم فرو ریختند و این شروع آن شد که بی سوادی ما بر باسوادی ما چربید و هرچی تاریخ از ما گذشت، تعلیم و تربیت ما بیمارتر و لاغرتر گشت. اما چرا آنچه که ما را به قله های بلند میرساند این همه بی اهمیت شد و چرا چنین جفای بزرگ در حق این ملت روا یافت؟ چه کسی باید جواب این خلق محروم را بدهد؟ حتی بسیاری با این آرزو به خاک خفتند که بدانند نام سرزمین زیبایشان چگونه نوشته می شود و جهانیان هم به ما القاب ناخوشایند دادند، القابی که ما در خورش نبودیم و نیستیم. مثل سرزمین با اکثریت بی سواد، دشمن تعلیم و تربیت، دشمن مکتب و دانش، اما همه در اشتباه بودند و هستند. ولی جای تعجب این است، حتی وقتی که ما درکم کردیم که این بی سوادی و نبود آموزش و پرورش برای کشور ما کشنده است، وان هم هیچ کس با آن توجه جدی نکرد. مگر چرا خود را فراموش کرده ایم؟ ما که سرزمین خاطره ها بودیم، چرا باید هر روز با پای خود به دان برویم و خود ما با دستان خود موجبات سرشکستگی ایمان را فراهم کنیم؟ چرا دیگر این خاک مهد ظهور دانشمندان، نوابغ، فیلسوفان و مخترین نیست؟ مگر کجای کار میلنگد؟ آیا استعدادها در این کشور مرده است یا نه؟ بستر تعلیم و تربیت و تحصیلات ما مشکل دارد. در کشوری که معلم مربیش کمترین امتیاز را داشته باشد، از آن چه امیدی است؟ در کشوری که معلم و مربیش هر روز متحمل خاری و سختی و مرارت باشد، چه انتظار از آن می رود؟ می گویند که الگوهای هر جامعه مربیان و معلمانند. بنابراین باید بیشترین اهتمام در خدمت معلمان گذاشته شود و بهترین ها باید معلم شوند، چون فردا این سرزمین را آنها رقم میزنند. ولی در این کشور برعکس، کمترین معاش را معلم قهرمان ما دارد، ناچیزترین امکانات در اختیار اوست، اما او همچنان عاشقانه و شجاعانه و با دل پر از مهر به سوی تربیت فرزندان این ملت میرود. اما او میداند که حق یک معلم این نیست و چنین نیست. بالاترین سرمایه یک ملت دانش آموزان آن است، اما ما و دولت‌های ما قدر این سرمایه را هم نمی‌دانیم و محصول متعلم ما چون برگ خزان زده پایمال این و آن است. حالا که در فصل انتخابات هستیم، فصلی که زمین افغانستان باید شخم تازه داده شود و تغییرات در جهت بهبودی زندگی مردم رقم بخورد، آیا این دو تیم واقعا برنامه جامعی برای معرف و تحصیلات افغانستان دارند؟ آیا راه حل مشکلات معلمان، دانش آموزان و دانشجویان را می‌دانند و توانایی برای حل آنها به خرج خواهند داد؟ تا اینجای کار حرفای این دو نامزد در بخش‌های دیگر میتوانیم و برنامه داریم بوده، آیا معارف هم شامل این برنامه ها میشود؟ اما هرچی باشد و نباشد، ملت دیگر بیدار شده میخواهد با سر بلند با تمام حقوق خود زندگی کند. نمیخواهد عمر دیگر میراثدار یک معارف کژدار و مریض باشد. نمیخواهد جهانیان به او القاب رد و بد بدهند. سلام و درود به برنامه انتخابات 93. با من عنایت مدرس خوش آمدید. مهمانی که امشب در این مبحث با من حضور دارند، آقای شریف فایز، عضو استاد آقای عبدالله، آقای روح الله امین، رئیس انستیتوت مطالعات افغانستان، آقای امید افغان، استاد دانشگاه، و همین گونه آقای علی امیری، عضو استاد آقای اشرف غنی احمدزی. مهمان عزیزمتون به بحث بسیار خوش آمدید. با پوزش آقای محمدی، اولین سوال را، یک سوال کلی از دو ستاد محترم خواهیم پرسید، اون هم با این متن که آقای فایز، تعلیم و تربیت ستون اصلی یک جامعه هستند و خوب و بد از آن نشأت می‌گیرد.
اما تا این جای کار نامزدان تعلیم و تربیت را همیشه دست کم گرفتن یا هم موضوعات چون امنیت، اقتصاد، این مسائل آن را قدر بگوشه رانده است. میخواییم بفهمم که تعلیم و تربیت این بار در کجای آجندای کاری شما قرار دارد؟ جناب مدرس، من خودم یک استاد هستم، وزیر پیشین تحصیلات عالی بعد از طالبان، مؤسس چند پوهنتون بزرگ در افغانستان به شمول پوهنتون تعلیم و تربیت افغانستان، و همیشه عشق من برای تدریس بوده. حالا در پوهنتون امریکایی افغانستان من بیشتر وقت خود صرف تدریس میکنم. این رسم است در تمام جهان، پروفسورها را میبرند در مقام های دولتی، اما بعد از مدت خسته میشن بر میگردن به دانشگاه ها. هنری کیسینجر چنین کرد، آیکنبری که اینجا بود پس برگشت به دانشگاه استنفورد، اونجا تدریس میکنه. ما عشق ما برای تعلیم و تربیه است، برای تربیه نسل جوان است. یک عشق بسیار عمیق است. من برای تان بگویم، من تقریبا 13 سال است که برگشتم به افغانستان. این علاقه و عشقی که من به تعلیم و تربیه دارم شاید همیشه خواهد بود با من، و ما آرزوی ما ایسته که جناب محمدی صاحب از دوستای ما است و دوستای دیگری هم داریم که در کنار ستاد از اونها هستند، دوستای بسیار عزیز ما در اونجا هستند. حالا پروگرام های ما شاید در تقابل باشه، اما ما نیستیم. در نهایت امر ما و جناب محمدی صاحب و دیگه دوستانی که در ستاد اینشان هستند، در کنار دکتر صاحب اشرف غنی هستند، در کنار دکتر صاحب عبدالله هستند، دست به دست هم بتیم، سیاست کنار بگذاریم، تعلیم و تربیت افغانستان بعد بسازیم. بله آقای فایز، یک جمله بسیار زیبا به کار بردین: عاشق آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت شما هستین. این لفظ به کار بردین که من عاشق هستم. من میخوام این گونه بپرسم، آیا این من شامل حال تیمتان هم میشه، یعنی تیم آقای عبدالله؟ یک تعدادشان مردم اکادمیک هستند، من میشناسم. شما شاید در روزهای آینده با تعدادی از اونها ملاقات کنید. اگر اونهایی که عشق به تعلیم و تربیه ندارند، من فکر میکنم اگر در تعلیم و تربیه ما یک تحول ایجاد کنیم، اصلاحاتی ایجاد کنیم، مردم خوشبین بسازیم، عاشقان بیشتری خواهیم داشت. اما دکترین آموزش و پرورش شما دارای چی موضوعات اساسی است؟ خب اگر به من اجازه بدین که یک مروری بر معارف و تحصیلات عالی افغانستان بیاندازم، بعد از او این مسائل ما مسائل بزرگتر میتونیم مطرح کنیم. ببینید شما، من یک سلسله احصائیا دارم که اینها چالش های خیلی بزرگی هستند در مقابل ما. تعداد نهادهای دولتی تحصیلات عالی 34 تاست، تعداد نهادهای تحصیلات عالی خصوصی 84 است. تحصیلات عالی دولتی از سال 1932 آغاز شد و تحصیلات خصوصی از سالی که من وزیر تحصیلات عالی بودم، که در حقیقت من بودم که رفتم به کمیسیون و از اوها خواهش کردم که تحصیلات خصوصی را اجازه بدن. حالا تعدادش رسیده به 84، بزرگترین چالش است در افغانستان. تعداد محصلین در نهادهای دولتی 150,000 است، تعداد خیلی بزرگی است. تعداد محصلین در نهادهای خصوصی 100,000 است. ما فکر کنیم، پس تمام تعداد محصلین در بخش خصوصی و دولتی 250,000 است. ما در معارف افغانستان 9 میلیون کودک شامل مکتب داریم، اما 4 میلیون که بیشترشان دختر هستند، اینها از نعمت سواد محروم هستند. طرح ما ایسته که چطور برای این 4 میلیون کودک که محرومند از سواد، خصوصا در مناطق ناامن و جنگ زده افغانستان که این حق اساسیشان است، برایشان ما تعلیم و تربیه فراهم کنیم. هزاران کودک معلول داریم، اینها از سواد محروم شدند.
مکاتب خاصی برای اینها وجود نداره. این هم یکی از اهداف تیم ماست که برای معلولین اینا حق دارن. اینا فرزندان قربانیان جنگ هستند. خیلی هم سرما حق دارن که برای اینها سواد حداقل تعلیم و تربیه ابتدایی و بالاتر از او تهیه کنیم. چالش دیگری که ما در تحصیلات عالی و در معارف افغانستان می‌بینیم، به درجه اول تا فساد از بین نره اصلاحات مؤثر نخواهد بود. بنابراین این بزرگترین چالش ماست در برابر هر دو وزارت تحصیلات عالی و وزارت معارف. باید اعتراف کنم که در هر دو وزارت کارهای خیلی خوبی هم انجام شده که باید اون برنامه هایی که نتایج مثبت داده اونها رو ما باید ادامه بدیم. و با سپاس از هر دو وزیر و معاونانشان که برخی از کارهایشان قابل تقدیر. بسیار عذرخواهی میکنم به خاطر قطع حرفهایتان، چون برنامه وقتش کم است. میخواییم بفهمم تا اینجای کار چالش های بزرگ معارف افغانستان بزرگ نمایی کردید و ملت هم خوب درک میکنه که امون داغ اصلی و مشکل اصلیشان کجاست، اما چگونه میخواین به این همه چالش رسیدگی بکنین؟ واقعا همون دکترین آموزش پرورشتان چگونه است؟ چقدر رویش کار شده و شیوهایتان چی است؟ خب اگر ما اجازه بدین، من فکر میکنم هم به همه این سوالاتتان ما پاسخ میدون. ببینین در بین وزارت تحصیلات عالی و وزارت معارف یک ساحه بسیار بزرگی است، یک خلای بسیار بزرگی هست که پر نشده. این بزرگترین چالش است که در بخش مهارت‌ها، در بخش تحصیلات مسلکی و تخلیکی در افغانستان کار نشده. هزارها پاکستانی در کابل با مهارت‌هایی که دارن استخدام شدن. مردم ما این مهارت‌ها رو نداره. این بخش مهارت و تحصیلات تخنیکی و مسلکی باید حداقل 40% از فارغان تحصیلات، از فارغان مکاتب ما بعد به بخش می‌رفتن. اما من فکر نکنم که حتی 15% هم باشه. حتی در کشورهای بسیار پیشرفته جهان مثل فرانسه 60% شاگردان میرن به بخش‌های تکنیکی و مسلکی و مهارتی. در امریکا در هر ایالت بیشتر از یک کمیونیتی کالج است، کالج های دو ساله و چهار ساله در بخش مهارت ها، در بخش تحصیلات مسلکی و تکنیکی. اما افغانستان این قسمت خیلی بزرگ فراموش کرده. طرح ما ای است که انشاءالله اگر تیم ما پیروز شود، یک اداره مستقل و حتی آهسته آهسته که بعد به وزارت ارتقا کنه در بخش تعلیمات مسلکی و تکنیکی و مهارت ها در سطح پایین‌تر و بالاتر باید داشته باشه. خب این تازه میخواین به بدنه معارف افغانستان از اما ما در گذشته و جدا از این دردهای کلان کلان داریم. مثلا شما اشاره کردین که مسئله دانشگاه‌های خصوصی و دولتی را با ارقام محصولینش گفتین یک چالش است این خصوصی بودنش، یا مبحث 4 میلیون کودک که سواد نداره در افغانستان. واقعا با اینها چگونه میخواین برخورد کنین؟ یک مسئله. دوم، این مسائل خیلی خوب است و واقعا شما مشکلات را درک کردین، اما آیا شما فصل نامه کتاب دکترین ساختین کجا است، چگونه است، چند فصل است؟ آیا تنها اینا رو شما خود ساختین یا تیمتون هم در کل با این نقش داشتن؟ بله، ببینیم که من خودم مواد بسیار زیادی داره. من نمیخوام سرتون رو به درد بیارم. نه خب حداقل بگوین که اون مواد چگونه است، فصل است، کتابی بله. است، چگونه است، کجا است؟ منشور ما رو بخونیم، یک بخشی در قسمت تعلیم و تربیه هست. اما آنچه که من امروز برایتان میگویم بیشتر از آن چیزی است که در منشور ماست. اما چرا اون منشور بدنه اصلی نشد که شما بر اساس او گام بگذارید؟ منشور ما باید پی در پی تجدید نظر شود، دو تحول بیارین، با مردم، با
دانشمندا با متخصصین صحبت کنیم، منشور پی در پی اپگرید کنیم. این البته کار ماست. من امروز تیم اما خود گپ زدم. اما اگر ما به گذشته معرف در تمامی کشورهای ببینیم بر اساس یک دورنما حرکت کردن و فهمیدن که چند سال آینده چه تعداد باسواد داشته باشند، چه تعداد دانشگاه از نو بسازند، چه تعداد معلم استخدام بکنند، اینها بر اساس یک دکترین خب مدون حرکت میکنه. این گونه نیست آقای فایز؟ ببینید دکترین ما، اگر ما بخوایم در این قسمت صحبت کنم، من اندیشه می است که نباید از موضوع دور برم. نه خب دقیقا آقای فایز، مردم اگر انتظار تغییر تحول داشته باشند به جایی می روند که بدانند یک انباشتی پشتوانی کلانه از اون منشور یا یک نظام سطحی بر معارف هست، اون کجا هست از شما؟ ببینید یک دفعه صحبت هایی خواهش میکنم توجه کنیم. در معارف و تحصیلات عالی افغانستان آنچی که ما نداریم، آنچی که ما نداریم و باید توجه کنیم و تمرکز کنیم و مصرف کنیم، کیفیت است. کیفیت خیلی مهم است. تضمین کیفیت در تحصیلات عالی افغانستان از اهداف اصلی و دکتران اصلی تیم اصلاحات و همگرایی است. وقتی که من میگم کیفیت، صبر کنید که من گپ بزنم، خواهش میکنم. وقتی که ما میگیم تضمین کیفیت، تضمین کیفیت یک پروسه است. معیارهای بین المللی داره که 10 معیار است در بعضی کشورها، در بعضی کشورها 12 معیار است. این پروسه باید تکمیل شود. پروسه آغاز شده اما باید تکمیل شود. نواقص داره که ما باید او را نواقصش را بگیریم. حالا هر چی تا اینجا ای کار گفتین آقای فایز، کیفیت گفتین، بحث بی‌سوادی 4 میلیون کودک گفتین، چالش‌های دانشگاه خصوصی را گفتین، اما نگفتین چگونه حداقل یک شب بگوین با کدام راهکار راهیافت می‌خواین وارد شوین. خب این 4 میلیون کودک مثلا چگونه میکنه؟ اگر به من اجازه بدین که حداقل در همین قسمت که خیلی مهم است برای تحصیلات عالی افغانستان یک کم از صحبت کنم. خب حداقل شما از منشورتون هم نگفتین که چند صفحه از کجا، از کدام فصل از این منشورتون به معارف مرتبط شده. حداقل پس از امنیت اقتصاد در کجای کار است معارف، چه خبرش اهمیت دادین؟ فکر میکنیم که آیا لازم است که ما امیار این منشور ما است که اگه خواسته باشیم میمونم، اما این بینه منشور در اینجاست. چند صفحه است این منشور؟ شما صفحات منشور از من میخواییم یا طرح ما را میخواییم؟ خب طرح تانم ادقل شما اون جنبای عملیش را نگفتیم. صبر بکنیم که من راجع به این موضوع صحبت کنم. خب بیاین با همین 4 میلیون کودک چگونه باسواد میسازین؟ ببینیم که ما 4 میلیون کودک بیسواد داریم. بله. در مناطق جنگ زده افغانستان. این برنامه وقتی میتونه پیاده شوه که در اونجا امنیت حکم فرما شوه. بدون امنیت امکان نداره، البته شرایطی داره و همچنین یک مقدار ریسک است در اینجا، طرح‌ها و پلان‌ها است. اگر حتی ما نتوانیم کودکار در اون ولایات برایشان سواد تهیه کنیم، در مناطق امن اونها را انتقال میدیم اگر نتوانیم، و این در بعضی کشورها انجام شده. بهتر است که کودکانی که در مناطق جنگ زده هستند از سواد محروم شدند، بهتر است که را انتقال بدین در لیلیه ها، در جاهایی که امن است، برایشان سواد تهیه کنیم. اما چگونگی انتقال از اینها به مناطق امن، این در حد یک طرح نیست که ما برای شما بگویم، اما این پلان ما هست که این کار انجام بدیم. خب اگر اجازه بدین که یک چالش بزرگ ما در قسمت تحصیلات عالی خصوصی داریم که ما گفتم که حالا تعدادشان رسیده به 100,000. بله. خب سوال در اینجاست که 84 دانشگاه 84 مؤسسه داره. سوال در اینجاست که خب با این چالش بزرگ شما چی میکنید؟ در همایی است. در اکثریت کشورهای جهان، در هند، در خلیج، دهکده های به نام دهکده های تحصیلات عالی است. دهکده های در قسمت تکنولوژی معلوماتی است. من به آقای کرزایم یک وقت پیشنهاد کرده بودم که بیاییم در شهرک مثل شهرک سبز،
100 جریب زمین از تاجرات دعوت کنیم که اونجا تعمیرات بسازن و کرایه بتن به بخش خصوصی. مثال برای تان بتوم، مؤسسات تحصیلات خصوصی ما اگر شما برین در اونجا، کتابخانه به اون صورت وجود نداره، لابراتواری به اون صورت وجود نداره. اگر داره چند صد کتابی، جلد کتابی است و چند دانه شاید میکروسکوپ و این چیزا باشه. اگر اینها دست به دست هم بتن در یک مکان یک کتابخانه بزرگ داشته باشن، دسترسی به اینترنت داشته باشن، فرض کنیم در همون جا اینترنت مهیا شوه، سکتور خصوصی فعال شوه، نظارت از اینها هم آسان است، رقابت در بینشان هم آسان است، فکر میکنم که یک طرح بسیار خوبی برای آینده تحصیلات عالی خصوصی و در بخش سکتور خصوصی و تکنولوژی معلوماتی خواهد بود. بله آقای فایز، این طرح عالی باشه. ببینید ادامین صحبت هایتان، فقط اجازه بدین آقای محمدی هم از ستاد آقای اشرف غنی احمدزی کوتاه در مورد دکترین تعلیم و تربیت، چون ان شاء الله شما حرف هایتان ادامه بدین. آقای محمدی، شما اگر لطف بکنید در باره این دکترین تعلیم و تربیت تان شرح برای مردم افغانستان بدین که چگونه است، چه تحول میخواهید در نظام آموزش پرورش افغانستان ایجاد کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و سلام به محضر هموطنان عزیز و گرامی و مهمانان عالی قدر برنامه، در رابطه با معارف و تحصیلات عالی که من فقط در این برنامه مشخصا بحث معارف را نه تحصیلات عالی را خدمت شما ارائه میکنم، در برنامه ملی و چشمانداز دهه تحول که در حقیقت منشور تحول و تداوم و ستاد انتخاباتی جناب آقای دکتر اشرف غنی احمدزی هست، دو بخش مهم از دید ما در عرصه معارف و تحصیلات عالی و مشخصا معارف قابل توجه است. محور اول که ما بر او تمرکز داریم تغییر نگاه ما به معارف است. ما آموزش و پرورش یا تعلیم و تربیت یا معارف را باید چگونه ببینیم؟ و محور دوم اقدامات عملی است که ما روی دست داریم که انشاءالله اگر حکومت آینده به رهبری جناب آقای دکتر اشرف غنی احمدزی شکل بگیره، این اقدامات را ما روی دست خواهیم گرفت. اما در رابطه با اینکه نگاه ما باید نسبت به معارف و تحصیلات عالی تغییر بکنه، با توجه به شرایط زمان هست. ما در قرن 21 وارد شدیم. افغانستان با کشورهای پیشرفته دنیا در تعامل هست. نیازهای روز خود را بر ما تحمیل میکنه. به همین ملاحظه علم همیشه در حال تغییر هست. علم یک چیز ثابت و فیکسی نیست که جامد باشه، در یک کیفیت 50 سال پیش هم مو علم باشه، 50 سال بعد هم مو باشه. روز به روز علم تغییر میکنه و وقتی علم تغییر میکنه باید سیستم آموزشی و تعلیمی هم تغییر بکنه. در کنار تغییر مداوم علم، ما تخصصی شدن را داریم و مسلکی شدن را داریم. لذا در گذشته یک کسی که حکیم بود عالم همه چیزها بود، اما امروزه هیچ کسی توانمندی ای را نداره که بر تمام زوایای علوم احاطه داشته باشه. لذا ما نیازمندی هستیم که یک کسی را برای در یک رشته مشخص علمی تربیت بکنیم. پس تخصصیشتن از کجا آغاز میکنین؟ از نقطه آغاز میرسیم به مرحله اجرایی. از نقطه آغاز ما از مکتب شروع میکنیم. نیازسنجی شرط دیگر است که ما در سیستم معارف و تحصیلات عالی باید مد نظر قرار بدیم. یعنی ما باید شناسایی بکنیم که نیاز افغانستان و جامعه افغانستان چیست که ما متناسب با نیاز جامعه نیرو تربیت بکنیم. چون اون نیرویی که از مکتب فارغ میشه یا از پوهنتون فارغ میشه سربار جامعه نشه، فردا بر انبوه بیکار، بر بیکاران جامعه افزوده نشه. لذا باید نیاز سنجی شود که مطابق نیاز رشته های تحصیلی یا در برنامه تعلیمی افراد سوق داده شود. بحث دیگری که مطابق نیاز زمان ما به او ضرورت داریم، مشارکت والدین در سیستم معارف و تحصیلات عالی است. امروز ما نمیتونیم بین خانه و مکتب فاصله بندازیم. متعلم یا محصل که از خانه حرکت میکنه به مکتب میره، دیگه امانش به خدا نباشه. باید رابطه نزدیک و تنگاتنگ بین خانواده و بین مکتب وجود داشته باشه، حتی بین خانواده و پوهنتون وجود داشته باشه، تا خانواده بدانه فرزندشان چی یاد گرفته و در کجا قرار داره و اصلا مکتب یا پوهنتون به فرزندشان چی یاد میده. این نوع نگاه است که ما ضرورت داریم تغییر بدیم مطابق
وضعیت گذشته ما نباید به معارف نگاه بکنیم. این نوع نگاه را بر حسب چی میخواین تغییر بدیم؟ چگونه؟ اگر بر حسب ضرورت ها و شرایط زمان. نه، چگونه مثلا یک فامیل نگاهش تغییر میتین که فرزندت وقت بم... نوع نگاه که میگیم ما کار به خانواده، نوع نگاه حکومت، نوع نگاه دولت، یعنی دولت باید سیستم را سیستم پویا، سیستم فعال، سیستمی که متناسب با شرایط اقتضاعات زمان عمل میکنه ببینه. خب مثلا یکی از بخش ها تخصص شدن شما گفتین بله؟ که در سایر ملل یکی از پیشرفت های جوامع بوده. گفتین از مکتب شروع میکنیم، چگونه؟ حالا میرسیم به محور اقدامات که ما وقتی نگاه خود را به سیستم معارف ما اصلاح کردیم و متناسب با ضرورت زمان نگاه و روی کرد داشتیم به معارف، حالا در عرصه اجرایی ما باید، در عرصه عملی ما باید چیکار بکنیم؟ چند محور مورد توجه ماست که در برنامه به صورت مفصل آمده، ما به صورت خلاصه اینجا تا اونجایی که وقت داریم در خدمت شما و هموطنان عزیز توضیح میدم. نصاب تعلیمی یک از محورهای اساسی است. در عرصه نصاب تعلیمی حداقل 3 فاکتور یا 3 محور باید مورد بازبینی قرار بگیره که جزء طرح‌ها و برنامه‌های ماست. در قدم اول معارف موجود ما یا سیستم موجود معارف ما توان این را نداره که متعلم را یا شاگرد را یا دانش آموز را ذهنش خلاق و بارور کنه. شما بیاین یک تست میدانی انجام بدین، دمی بسیاری از مکاتب مراجعه بکنین از سطوح پایین تا بالا. یک ورق کاغذ سفید بده، بگه همین چیزی را که متعلم به زبان میگه میره روی کاغذ بنویسه. این توانایی وجود نداره متاسفانه. دلیل اصلیش در کجاست؟ دلیل اصلیش اینه که یکی از محورهای اساسی فقر نیاموختن زبان هست. زبان یعنی چی؟ زبان فارسی، چی زبان پشتو، چی زبان خارجی، همه اینا هر اندازه زبان متعلم تقویت شه و قوی شه و ذهنش خلاق میشه، بارور میشه و شکوفا میشه، توان مانور داره، میتونه عبارات مختلف، الفاظ مختلف به کار ببره و پردازش بکنه. لذا از دوره ابتدایی تمرکز اصلی بر اساس دیدگاه ما روی آموزش زبان باید صورت بگیره، چیزی که متاسفانه تا حالا در نظام موجود ما نداریم. بحث دیگری که مورد توجه ما هست اینه که در نصاب تعلیمی باید ارزش‌های دینی و فرهنگی جامعه گنجانده شود تا بعد تربیتی هم در کنار تعلیم حفظ شود. ما فقط صرف علم یاد نمیدیم یا به عبارت دیگه تیغ در کف زنگی مست نمیدیم. ما باید این انسان در یک بخشتان تا جایی شاید ملت موافق باشه که خلای خلاقیت در مکاتب و دانشگاه افغانستان وجود داره، یعنی درس مکتب تنها اجندای کاری روزمره‌ایش است، اما ارزش‌های دینی فکر نمی‌کنید که از قبل هم وجود داشته؟ ما مزامینی به این ببینید. نام داریم. شما ما مقایسه نگاه بکنیم. شما بعض موارد را، من متاسفانه امکانش نبود که نمونه عینی برایتان می آوردم، حتما شما دیدید مهمانان اساتید بزرگوار ما یک تومن چند تا مضمون دینی داریم. اجازه بدید مرزم تکمیل شما بعد شما هر چی خواستید بگید. ببینید متنی را که آورده روی صفحه کتابی که برای متعلم یاد میده به اندازه ثقیل و سنگین هست، با یک بیانی هست که او شاگرد اصلا توان آموختن او را نداره، توان درک او را نداره. خب یعنی به دنبال این هستین که میخواین متن در کتاب بفهمه چون وقتی نفهمه چیزی یاد نمیگیره. یعنی خب کتاب ها یک سلسله داره، اگر نیاز داریم باز به کلش تغییرات ایجاد بکنیم. وقتی گفتم نصاب تغییر میکنه دیگه کتاب جزء لازمه این نصاب است. وقتی کل نصاب تغییر بکنه باید همه چیزش تغییر بکنه. یعنی اگر فرض کنیم شما پیروز شوین تمام کتاب های مکاتب تغییر میکنه، نصاب تعلیمی در مجموع تغییر نه گفتین کتاب پیشتر فین تغییر ببینید میتین. کتاب جزء نصاب است، واقعا وقتی نصاب تغییر میکنه یعنی کتاب جای تردید درش نیست دیگه. یک دیگه نیاز بگذارین مکسال این گونه بکنم. تخصیص شدن مثلا در سایر کشورها از صنف 9 یا از صنف 10 بر حسب علایق و گرایش هایی که یک متعلم داره او رو به مور رشته سوق میتن و بعد تحصیلات عالی خودم در مور رشته میکنه، یعنی کانکور چون این چیزی نیست. دقیقاً بله، نظام کانکور رو در اجازه محور سوم در نصاب تعلیمی همین چیزی بود که من میخواستم بگم که ما مقطع بندی میکنیم، یعنی رشته بندی تخصصی که از مقطع متوسطه به بعد وقتی متعلم وارد لیسه میشه متناسب با رشته تخصصی که میخواهید پونتون ادامه بده باید تحصیل بکنه. وضعیت موجود جوابگوی ما نیست. یعنی کانکور حذف میکنین؟ کانکور حذف نمیکنیم. با او بحث تحصیلات عالی رو ما گفتم، ما فقط روی نه، معارف که در دریچه است به طرف تحصیلات بگه. بله. خب شما چگونه میخواین که بحث کانکور اینگونه؟ نه بحث کانکور ما
شهروند اینجا و فرزند این خاک هستیم. ما هم کانکور یک زمان داریم. کانکور بگونی است که اگر شما تخصصی بکنین در رشته ما میریم که دیگه نیاز به کانکور پس نه نداریم. شما در رشته های خودتون ببینید در پوهنتون رشته بندی شده. نه کانکور با این شکل و شمایل میخواین تغییر بدین این روز. مثلا یک مسئله طب علاقه داره ولی نمره نمیگیره با انجینری حقوق کامل میشه. باید در طب پوهنتون طبی کسی وارد شوه که لیسه را متناسب با علوم تجربی خوانده. خب یعنی این ای تغییر میخواین بله 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 جزء برنامه از کدام صنف؟ از بعد از از صنف 9 به بعد از صنف 9 یعنی رشته بندی می کنه 10 و 11 و 12 سه صنف آخر لیسه با اینجا رشته بندی میشه بعد امتحان بگونی میگیرین که از رشته هر که هر کس از رشته خودش خیلی خوب دقیق. پس کانکور دیگر با این جار و جنجالش در تعقیب دانشگاه مسئله نخواهد بود مشکلات جدی که امروز داریم دیگه ما خیلی کاهش پیدا میکنه او زمان متعلم از دوره مکتب میدونه که برای چی آمادگی بگیره چگونه آمادگی بگیره و در کدام رشته ادامه تحصیل بده در پوهنتون بله و آقای فایز دانشگاه خصوصی را که از چالش ها دانستن و فکر کنم که با اون ارقام هم که ایشان اشاره کردن تعدادش هم از دانشگاه دولتی بیشتر است شما یا چالش میدونید دانشگاه خصوصی را یک فرصت است ما برعکس یک فرصت میدونیم چگونه؟ برای اینکه سیستم تحصیلات عالی ما در شرایط کنونی توان جوابگویی متقاضیان تحصیل در مقطع دانشگاه را نداره به همین ملاحظه و در کنارش بخش خصوصی هم حق فعالیت داره اما بخش خصوصی که امروز در افغانستان فعالیت میکند اگر از اقلیتش بگذاریم اکثریتشان با اون کیفیت نیست که آقای فایز هم اشاره کردن لابراتوار درست ندارن کتابخانه درست ندارن حتی بگونی مسئله جذب میکنن که امتحان ساده بسیار کانکور عکس میکنن پس از اون مسئله تا طب میخونن انجینری میخونن در حالی که در امتحان کانکور اصلی توانایی کسب نمره برای یک پنتو نادیرم نداشت ما در صدد حل مسئله هستیم نه در صورت پاک کردن مسئله خب حل چگونه مثلا کیفیت چگونه میخواد اجازه بدید کیفیت بسیار راحت یکی از مشکلات جدی که پوهنتونای خصوصی امروز دارن نداشتن زمین دائمی یا جای دائمی. میست. اینجا مطابق برنامه جناب آقای دکتر اشرف غنی احمدزئی زمین دولتی در اختیار پوهنتون‌های خصوصی گذاشته میشه مراکز مشترک بین اینا باید ایجاد شود لابراتوار ضرورت هر کدام جدا جدا نمیتونه خب این شبیه دهکده است که آقای فایز گفت ما یونیورسیتی تاون میسازیم یونیورسیتی تاون میسازیم که در اونجا اجازه بدید کنفرانس رومش مشترک باشه لابراتوار و آزمایشگاهش مشترک باشه حتی بعضی جاهای برای محافل علمیشون مشترک باشه همکارم اشاره میکنن که بله صنفای درسیشون اختصاصی یک وقت کوتاه داریم ادامه صحبت هایتان بینندگان عزیز یک درنگ بسیار کوتاه پس از اون صحبت های هر دو استاد محترم و مهمانان عزیز در این مبحث باید ادامه برنامه خوش آمدید. بله. آقای مدیر شما در مورد یونیورسیتی تاون یا همون شهرک تحصیلات و بله. دانشگاه صحبت میکردید. عرض کردم که در رابطه برای بهبود وضعیت تحصیلات عالی در بخش خصوصی و برای نظارت بهتر بر اونها و برای تضمین کیفیتش باید دولت یک اقداماتی داشته باشه که بر اساس برنامه ما زمین در اختیار اونها گذاشته میشن مطابق پلان مشخص اینا فضاهای مشترکی دارن که ضرورت نیست هزینه ها را هر کدام جدا جدا مصرف بکنن در یک فضا کنفرانس روم دارن آزمایشگاه و لابراتوار دارن یا مسائل دیگه ای که امکان مشترک است فقط سیستم اداریشان و سیستم آموزشیشان جداگانه هر کدام یعنی در تمام ولایت ها این کار را شما در تمام ولایت ها این کار را میکنیم بله بسیار خوب حالا جزب تین دو نکته خیلی با اهمیت دیگه که مردم افغانستان به دنبال شنیدنش است اول اینکه حقوق و معاشات ناکافی برای معلمان افغانستان از گذشته دور تا اینجای کار یکی از دغدغه‌های فکری کلان معلمان و مربیان در افغانستان بوده چه راهکار برای حقوق و معاشات معلمین در افغانستان دارین شما محور دومی که در رابطه با اقدامات عملی ما بود می‌آمدیم روی کادر تعلیمی و تربیتی در رابطه با کادر تعلیمی و تربیتی حداقل سه موضوع از دید ما دارای اهمیت است یکی ارتقای ظرفیت کادر موجود تعداد قابل توجهش متاسفانه توانمندی لازم را خصوصا با توجه به فضای جدیدی که ایجاد شده نداره لذا در این رابطه ما پروگرام مشخصی داریم که از درون سیستم شروع تا بیرون سیستم در درون سیستم ما معلمین با تجربه را برنامه هایی برایش طراحی خواهیم کرد که تجربه خود به معلمین نو تجربه یا کسانی که نو وارد سیستم شده با اونا انتقال بدن یک سیستم واحد پاسخگویی به سوالات محصلین به صورت تلفنی یا آنلاین ایجاد میکنیم که از این طریق انتقال تجارب برای معلمین ساده باشه در کنار بحث ارتقای ظرفیت کادری در عرصه تعلیم و تربیت بحث معاش و مسکن معلمین هست
ما برای این که هم بهتر بتانیم به صورت متوازن نقاط مختلف کشور را یکسان تحت پوشش سیستم بهبودیافته تعلیمات و تعلیم و تربیت در بیاریم، برای معلمینی که در شهرها خدمت میکنن یک امتیاز در نظر گرفته میشه، برای معلمینی که در مناطق محروم حاضر به خدمت میشه وضعیت متفاوتی در نظر گرفته میشه، یعنی امتیازات بیشتر و معاش بیشتر. به شدت منتظر شنیدن این امتیازات است. در گذشته زمین گفته شد برشان داده میشه، معاششان بلند میرمش به یخ نوشتش رو به آفتاب گذاشته شد. واقعا چه امتیازه؟ چگونه؟ ببینید این اجازه بدید بعد از اینکه حکومت به دست جناب آقای دکتر اشرف غنی احمدزی بیفته، اگر به تعهداتش عمل نکرد، ما به نمایندگی ازشون میگم تمام معلمین کشور حق دارن که یخنشان رو بگیرن که به چه دلیلی وعده را به ما دادی. ولی وقتی کسی به قدرت میرسه دیگر باز اون فرصت این نمیته کسی یخی کسی را مکان بگیره. فکر نکنم نظام دموکراسی این مجال را به کسی بده که مطلق العنان عمل بکنه. ای کاش معلمان ما میتونستن در این 12 سال این کارا بکنن که نتونستن. مطمئن باشن جناب آقای دکتر اشرف غنی احمدزی خودش پیش از که بخوای قدرتمند باشه، پیش از اینکه بخوای سیاستمدار باشه، یک معلم است و درد معلم را از هر کسی دیگه بهتر میفهمه. خب در اون دکترین تو حداقل شما نگاشتین که چگونه است این مسئله امتیازاتش. نحوه امتیاز حداقل کلیتش از دید ما یعنی یک نکته کلان امتیازش رو بگذاریم. مسکن گفتین، در کجا میخواین مسکن بدین؟ با تمام معلمین میخواین مسکن بدین؟ با تمام معلمین مسکن نه که ببینید، مسکنای سازمانی به تعبیری میشه گفت. چگونه سازمانی؟ شهرک های ساخته میشه، معلمینی که در امو ساحه یا در امو منطقه در امو ولسوالی خدمت میکنه از این مسکن ها استفاده میکنه. ملک دائمیش نیست، اگر تبدیل شد جای دیگه به این مسکن را به جایگزین خود. خب یعنی مسکن های امید بدتم اون ساحات میسازین. تشکر. و آن هم بینندگان عزیز، فرصت به دو مهمان گرامی ما که نقدای اگر در باب صحبت‌های دو نماینده محترم استاد آقای عبدالله و آقای اشرف غنی دارن. با آقای روح‌الله امین شروع می‌کنیم. آقای امین، شما واقعا از حرفایی که آقای جناب فائز و آقای محمدی گفتن چه نقدهای اساسی، چقدر فکر می‌کنید که این حرفایشان میتونه عملی شود در 5 سال آینده از دید شما؟ ما با عرض سلام و احترام به بینندگان محترم و حاضرین در این مجلس، ما بسیار خوشحال هستم که اینجا هستم و چیزایی را که شنیدم بسیار امید بخش است. یک کمی احساس نگرانی میکنم از این که برنامه بسیار خوبی که یاد کردین، واقعا با توجه به این که ما بعد از 2014 منابعی را که در 10 سال 13 سال گذشته داشتیم نخواهیم داشت. کمک های جهانی تقلیل پیدا میکنه، احتمال این که خدای نخواسته امنیت کاهش پیدا بکنه بسیار زیاد است. ما واقعا منابعی که تامین بکنه مخارج ما را برای تاسیس این پلان های بسیار خوب واقعا از کجا تامین میکنیم؟ این واقعا اولین سوال ما خواهد بود. و وقتی به کیفیت فکر میکنیم، کیفیت بسیار خوب، برنامه که شنیدم بسیار جذاب، بسیار امید بخش هستن. فکر ایره میکنم که بله، بسیار برنامه خوبی یاد شد، بسیار گفتگوهای خوبی. فکر میکنم که بسیاری وقتا در پیش پای پیشرفت و بهبود و از در تحصیلات عالی و در معارف، بعضی وقتا خود نظام بروکرات ای دو سیستم هست. گاهی پالیسی های بسیار عجیب که من اونا را خوب میگم نه بعد، بسیار عجیب، مثل ای که استاد فرمودن که استادای جدید بیاین و شریک بکنن تجربه خود با بقیه استادا. ما از یکی از پالیسی های وزارت تحصیلات یاد میکنم خدمت شما که میگه اگر کسی با سند ماستری میاید داخل که بخواه استاد شوه، باید سنش کمتر از 35 باشه. اگر 36 سال است و سند ماستری داره نمیتونه در نظام تحصیلات عالی کشور شامل شوه، و اگر دکترا داره و 41 سال است و هم نمیتونه شامل شوه، ولی اگر کسی لیسانس داره و 65 سال است میتونه تدریس بکنه. ما واقعا چه راهکاری عملی داریم برای بهبود پالیسی های دست و پاگیر، برای از بین بردن فرهنگ بی‌نهایت بروکرات که به عنوان یک مانع بسیار کلان در پیش روی هر گونه اصلاحی هست؟ و سوالات دیگه هم خواهم داشت، میخواین یک بار همه را بگویم؟ خب، یا اجازه بدین آقای افغان هم دیدگاه خودشان را داشته باشن. آقای افغان، نظریات شما، انتقادات شما در باب صحبت های آقای فائز و آقای محمدی چگونه است؟ چقدر این برنامه ها را در 5 سال آینده شما محتمل میدانین؟ تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. در نخست سلام خدا حضور بزرگان و بیننده های عزیز شما تقدیم میکنم. بگذارین که از یک شیوه دیگه آغاز بکنیم که عمری که ما داریم از هر دو تیم ما گپ میزنم 5 سال هست. در 5 سال ما فکر میکنم که اگر یک
طرح مدون علمی برزینیمی ادعاهایی که صورت گرفت نوشته شده خیلی کم هست. خیلی کم هست. شما مد نظر بگیرین ما یک نگاه مثلا به هر دو طرح را که مطمئن نیستم به اون شکل خیلی جدی و علمی مثلا تدوین یافته باشن، با اینکه مثلا نکات خیلی زیبا، خیلی هم با مهارت و خیلی هم متخصصانه استفاده میشن. نگاه اول نگاه مسئله شناسی است. مسئله شناسی که صورت گرفت از هر دو تیم در باب معارف و تعلیمات بزرگتر که من کلمه خود تحصیلات هم برای ما یکمه که مشکل هست که با کار ببریم، وقتی که ما میگیم تحصیل مبهم هست، یعنی چی ما میخواییم حاصل بکنیم؟ اما تعلیمات و حاصل کردن تعلیم اگر پسوند تعلیم برش اضافه شد یک چیز خیلی خوبی هستن. به هر حال بعد از اینکه ما مسئله شناسی میکنیم، مسئله شناسی خودش نیاز به یک تحقیق خیلی مدون و بزرگ دارن. جناب محمدی اشاره کردن بر نیازسنجی، من میخوام که پرسان بکنم که کدام مدل های در نیازسنجی اینا استفاده کردن که بر اساس اون مدل ها بتانن فضای خیلی آشفته افغانی را سنجش کرده باشن و این مدل ها بعد شاخص سازی شده باشن، از اونا اولویت بندی شده باشن مسائل و مشکلات ما، و بعد از دوستن که اینا اندازه گیری بکنن این شاخص ها و اولویت بندی هایی را که اینا نیازسنجی کردن. به طور مثال در معارف نیازهای اساسی و مبرم ما مثلا برای دختران ما که چالش های امنیتی دارن که آقای فایز اشاره کردن، دختران که حتی چالش های فرهنگی ما داریم، خیلی خانواده های وجود دارن که لحاظ باب فرهنگی اینا اجازه نمیتن. از جناب فایز هم پرسان میکنم که مثلا دخترانی که میتونن تا صنف 3 و 4 برن و بعد وقتی که 9 ساله میشن با ادبیات خیلی ساده، خودشون من حیث یک از شاگردان رشته جامعه شناسی هستم، بهتر هست که از او اصلاحات استفاده بکنه. مثلا دختران میگن که اینا نیمچه مثلا جوان شدن، بنا ان فهمید خوب نیست که الابتن با این مشکلات بزرگ فرهنگی چطور اینا میتونن که مثلا دخترها را از یک جای مثلا ناامن به امن انتقال بدن، در حالی که تفکر خانوادگیش برازو مشکل ساز هست و چالش برشان ایجاد میکنن. دوم، وقتی که اهداف برنامه های زنا مشخص میشن که من فکر میکنم بهتر بود که از اهداف برنامه های آموزشی هر دو بزرگوار شروع میکردن و بعد وارد ازی مسائل ها اینا میشدن. در قسمت اهداف یک سوالی که من دارم، مشخص باشن که آرمان ملی آموزش چطور شکل گیری میکنه، چطور تشکل پیدا میکنن، در حالی که آرمان ملی آموزش بر اساس فرهنگ ملی استوار هست. ما در افغانستان خیلی کسایی هستن و تیم هایی هستن که میگن که ما به فرهنگ ملی و مشترک نرسیدیم. بنابراین وقتی که فرهنگ ملی و مشترک نباشن، ما از طرف آرمان ملی و مشترک آموزشی را هم نداریم. در این قسمت من اشاره به اینی چالش میکنم که مثلا در باب مسائل اعتقادی، من نشنیدم که از بزرگوارا ببینم در اینجا سکه هم وجود داره، هندو هم وجود داره، من حیث اقلیت های مذهبی که در افغانستان زندگی میکنن، در قسمت معارف در بخش عقاید بر از اونا هم فهمید فقه حنفی یا جعفری رو برشان درس میتن یا یکی کسی خیلی چیزهای دیگر بر دست بتن. من حیث یک شهروند در نظام دموکراتیک اونا حق دارن، ولی که تا به امروز خیلی برنامه هایتان رو تعقیب میکنم در باب اقتصاد، سیاست و خیلی چیزهای دیگر، ولی که به این چیزها اصلا اشاره نمیشن. این یک نکته است. و نکته که ما یک چالش بزرگ را در اینجا یادداشت گرفتیم و اون چالش می خوام که از هر دو بزرگوار بگویم که چه خوب می بود که یک فضای دموکراتیک و خیلی هم دوستانه شکل می گرفت که اینا میتونستن برنامه های یا شمایی که میگن که دکتران، که من مطمئن نیستم که دکتران فهمیدی لفظ خیلی خوبی باشه که برای این چیزا استفاده بکنیم، مثلا جناب تیم آقای عبدالله با تیم اشرف غنی احمدزی میدادن که اینی دکتران ما هستن، شما مطالعه کنید، وی دکتران است که من مطالعه میکنم. چالشی که من در اینجا مد نظر میگیرم است که 5 سال امکان داره مثلا آقای عبدالله یا مثلا اشرف غنی برنده شوه، ولی در دور دوم امکان داره که تیم دیگه برنده شوه. آیا این برنامه مورد قبول از او آدم هست که 5 سال بعد میان چقدر هزینه و چقدر مصارف میشن، ولی بعد از او اگر مورد قبولی که دیگر نباشن چطور میتونن تداوم بدن؟ تشکر. آقای فایز، سوالات بسیار زیاد شد، چند سال هم اینجا وجود داشت. بسیار زیاد است، اما تصویر بزرگ شما مد نظر نمیگیرین که سوال اگر شبه از یک تصویر بزرگ تحصیلات عالی و معارف یاره مورد مطالعه قرار بدیم به فروات نرین. من قبلا هم گفتم ما 5000 استاد در تحصیلات عالی افغانستان داریم، 5000. از 5000 استاد ما 1000ش ماستری داره و دکترا داره، 1000ش. خب ببینید، تحصیلات عالی تدریس در دانشگاه ها
حداقل بعد شما ماستری داشته باشه. نمیتونیم پروگرام ماستری در پوانتون ها داشته باشیم، تحقیقات در پوانتون ها داشته باشیم، در صورت گستادتان ماستری نداشته باشه. اصلا اون پوانتون هم گفته نمیشه. این یک ضرورت بسیار مهم است که ما چطور بتونیم 4000 ماست 4000 لیسانس داریم یا فوق لیسانس در تحصیلات عالی و 1000 دکتر داریم یا ماستر داریم. حداقل در می 5 سالی که ریاست جناب دکتر سید عبدالله باشه ما در نظر داریم که 3000 به درجه ماستری برسانیم. این طرح ما است، 3000 از استادای برحال به درجه ماستری برسانیم. یک مشکل دیگه که من میبینم تعداد زیادی که در کادرهای علمی داخل میشن از پوانتونهای برجسته جهان نیستن. در این قسمت هیچ توجه نشده، زیادشان روان میکنن به هند. در تمام هندوستان یک پوانتون هم در قطار 100 پوانتون بزرگ جهان قرار نگرفت. زیاد پوانتونهایشان اعتبار اکادمیک ندارن. در این قسمت ما باید توجه کنیم که اگر میخواییم پوانتونهای خود بازسازی کنیم استادای خود و پوانتونهای برجسته جهان روان کنیم که از اونجا ماستری و دکترا بگیرن و پوانتونهایی که اعتبار اکادمیک داشته باشه. این برنامه را شما دارین؟ این برنامه را بله ما داریم. مثلا سرش... کدام کشورهای برتر شما مد نظر گرفتین که معلمین بفرستین؟ کشورهای اروپایی، آمریکا. این کشورهایی هست که پوانتونهای خیلی خوبی داره. از 100 پوانتونی که درجه بندی شد 70 تاش در آمریکاست، یکیش هم در هند نیست. و حتما این چشمندازم دارین که اونام این ظرفیت پذیرش داره که شما حداقل 1000 به 3000 ماستر ارتقا بدین. ما نمیگیم که همه از اینها را روان میکنیم به آمریکا، اما راههایی پیدا میکنیم که حتی در بین پوانتونهای آسیایی بعد تشخیص کرده بتونیم که استادای ما بعد در کجا درس بخونن. اگر دیگه در وزارت خانه ها باش فرق نمیکنه برای ما، اما وقتی که استادم میره در بخش فیزیک ماستری یا دکتری میگیره بعد در پوانتون خوبی برایش ما انتخاب کنیم اسکالرشپ بگیره. حالا اجازه میتین سوالات که آقای امین داشتن. من با اجازه هم یک چند موضوع دیگر هم به خدمت شما عرض میکنم بعد از اون. در قسمت پوانتون های دولتی اگر بخوایم عواید از یار بالا ببریم، یکی خوب بودجه است. هیچ پوانتونی در دنیا پوانتونی نیست که یک منبع عایداتی که بودجه دولت است او منحصر به او باشه. پوانتون ها بعد عواید داشته باشن. وزارت مالیه بعد به پوانتون ها اجازه بده که عواید داشته باشن. به طور مثال پوانتون کابل میتونه در امتداد سرک کوت سنگی اپارتمان بسازه با موصلینی که توانمند هستن و کرایه میتونه بده به کرایه. از عوایدش پوانتون بازسازی کنه، کادرها رو تقویه کنه. پوانتون های دولتی افغانستان مشکلات بسیار عظیمی دارن برای از اینکه استقلال ندارن. اگر استقلال داشته باشن تحت کنترل دولت هستند، میتونن عواید تولید کنن از طریق ریسرچ، از طریق تحقیقات، دیگه منابع میتونن تولید کنن. باید ما پوانتونهای افغانستان قادر بسازیم که عواید برای خود داشته باشن. ساحات بسیار بزرگی داره. فایز که اون مسئله اصلی که آموزش پرورش یادشان بره برن به اینکه چگونه میتونیم عواید پیدا کنیم. ما در مورد پوانتونهای دولتی صحبت میکنم. خب این پوانتونهای دولتی چطور میتونیم اصلاح بسازیم؟ خب این عاید یک سوال آقای امین امین بود که این منابع از کجا میشه؟ منابع کجا؟ این منابع که حداقل میخواین شما عاید داشته باشه پوانتونا و اینا، این منابع از کجا میشه؟ خب ببینید اول سوالی که زیادش شما از من میگین سوالای مسلکی نیست، به خاطر از اینکه هر پوانتون های معیاری در جهان اگه در اروپا است، در امریکا است، در هر جا که هست منابع مختلف دارن. یک منبعش از تحقیقات است، یک منبعش از امکانات زمین است، یک منبعش مشکل بزرگ تحصیلات عالی ما پوانتون های ما است که بورد ندارن. وظیفه بورد یک پوانتون باید بورد داشته باشه، بوردهای بین المللی داشته باشه. پوانتون امریکای افغانستان عواید خود از کجا میاره؟ بورد ما برای ما جمع میکنه. یک بورد بین المللی داره، شخصیت های بسیار بزرگ داره. این ها هستند که آقای فایز اگر سوالات من تخصصی نیست بله. اما درد ملت که حقیقی است، یک محصل بدبخت بیچاری که افغانی در جیب نداره، شما چگونه میخواین برش دلیلی بسازین که بازو برش پول بده؟ از کجا بکنه؟ وضعیت لیلیا را بیاین شما ببینین. حداقل اون دوران که شما وزیر تحصیلات بودین کجای تحصیلات افغانستان گل و گلدار شد؟ چی تغییر جدید در تحصیلات افغانستان ما دیدیم؟ امون کس که بود عالیه. شما پس هیچ مطالعی ندارین.
نه من خیلی خوب من خودم من محصول بر حال هستم. ببین وقتی که ما صبر کنیم در پانتون خود من مرکز مطالعه دارم، نه مرکز تحقیقی دارم، نه لابراتوار مجهز دارم، هیچ چیزی وجود نداره. محصول یک محصول افغان شما با یک محصول که دورم نریم ایران پاکستان مقایسه کنین، زمین تا آسمان تفاوت داره. حالا این مسائل چگونه درد ملت مشکل تحصیلات افغانستان شما هست؟ شما اصلا اجازه نمیدین که من بخوام راه ها رو برای تان نشان بشون. شما راه ها رو من میشنم آقای فایز، من میشنم اصلا پی در پی شما مانی میشه. من راه ها رو میخوام به شما نشان بدم. ما میتونیم از کشورها بیاموزیم، از کشورهای منطقه که اونها چی راههایی را به کار بردن، از اونها میتونیم بیاموزیم که پوانتون های افغانستان چطور از یک طرف کیفیتش بالا ببرین، از دیگه طرف برایشان استقلال بتین، عوایدشان زیاد کنین و همچنین بار بسیار بزرگ بالای ملت است، بالای حکومت است. 60% بودجه دولت به لیلی های افغانستان بره تا که ای دوام کنه. آیا میخواین که پوانتون ها عواید داشته باشن یا نه؟ الان اکنون لیلیه ها خرابترین نان یک محصول است، نه مرکز دارن، نه مطالعه جای دارن، هیچ چیز ندارن. درست همین صحبت شما میکنه که بزرگترین مشکل است. بله. اما در قسمت رای حلش هم میخواییم گوش کنیم. خب آقای امین این مسئله را گفتن که این منابع را شما از کجا میکنیم؟ منابع پولیش خب از کجا تنبیر میکنیم؟ که منابع چطور است؟ هر پوانتون دولتی باید یک بورد داشته باشه یا هیئت اومنا داشته باشه. هیئت اومنا شخصیت های مهم اکادمیک از تاجرا، از شخصیت های بین المللی، یک بنیاد تحصیلات عالی باید ما داشته باشین در افغانستان و در خارج. و زمانی که ما بودم یک بنیاد ما تاسیس کرده بودیم که فلج شد بعد از او، بعد از رفتن ما. وظیفه تحصیلات عالی هیچگاه نمیتونه در هیچ جای دنیا اتکا به بودجه دولت کنه، باید منابع مختلف را جستجو کنه. حالا این مدل را گفتین از کشورهای همسایه مثلا ما میگیریم، آیا تحقیق کردین که کدام کشور میتونه مدلش با این افغانستان که ما اکنون زندگی میکنیم وفق بکنه که شما اون مدل را میخواین برین؟ کدام کشور است؟ هند، فیلیپین. اگر ما بریم به کشورهای جنوب شرق آسیا، مالیزیا. مشخص نکنین که کدام یک، یا مشترک فکر میکنین که از هم شما میگیریم؟ همه اینها تشابهات دارن، همه اینها مشترکات دارند. مثلا در قسمت کانکور گفته، موضوع کانکور که یک چالش است. ببینین کانکوری که در کوریای جنوبی گرفته میشه، در یک روز از ساعت 8 تا ساعت 9 شب تمام میشه. شما فکر میکنین که کانکور در یک روز ما تمام کنیم، نتایج را اعلان کنیم؟ امکان داره، اما ما نکردیم. پروسه را به درازا می اندازیم، البته در اینجا اهداف خاصی است. یک مقایسه با تیم آقای اشرف غنی احمدزاده گفتن تخصصی میکنن، پس از دوره متوسطه هر متعلم میتونه به رشته خاص بره. دیگر کانکور این روزی که جنجال کلام شما با او حل نمیشه. خب. کانکور بعد باشه. این کانکور امروزی. بله، کانکور امروزی. ببینید در کشور مانند ترکیه کانکور، سازمان کانکور یا نهاد کانکور معتبرترین نهاد در ترکیه است. ترک‌ها خودشان میگن که اول نهاد نظامیشان برایشان خیلی محترم است و نهاد کانکور شفاف است، بهترین نهاد است. در کشور مانند کوریای جنوبی با همین شرایط افزش میکنین یا حداقل ما امروز میدونیم که کانکور همین سال بسیار دغدغه کلان بود، مسئولین تظاهرات کردن گفتن حقشان تلف شده، این کانکور مشکلات داره، با این وضع افزش میکنین یا نه کانکور را تغییر میخواین ایجاد میکنین؟ تر همه ای است. البته امیدوار هستم که ستاد ما هم موافق باشه، در شاید در جزئیات نباشه. تر همه ایسته که مثلا 10,000 سوال میسازیم، متخصصین 10,000 سوال بسازن، سوال ها رو چاپ میکنیم، توزیع میکنیم، سوال ها رو در مخزن کمپیوتر حفظ میکنیم، در چند روز آخر توسط خود کمپیوتر چندین فرم ما میتونیم در ظرف دو روز چاپ کنیم، توزیع کنیم، نمره بدیم، نتایجش اعلام کنیم. این امکان داره، این امکان داره. بله، پس ساده ترش یکی از دغدغه کلان محصلین یا متعلمین اینه که امروز این برنامه را تعقیب میکنن. تیم آقای عبدالله کانکور را تغییر نمیدهد، فکر میکند یک سرمایه است و یک نظام خوب است که از ترکیه مثال زدم. اما تیم آقای اشرف غنی احمدزاده تخصص و این رشته را به گونه ایجاد میکنه که پس از متوسط هر کس میتونه رشته خاص خودش را تعقیب بکنه. آقای آمدی، به سوالاتی که کلان کلان بود لطفا اگر کوتاه پاسخ بدین. اول اینکه
این منابع را شما از کجا میکنین و مسئله دیگه که آقای افغان گفتن، مسائل فرهنگی و اعتقادی و اقلیت‌ها را اشاره کردن، به اینا اگر کوتاه پاسخ بدید. ببینید، چیزی که جناب استاد امین اشاره کردن سه مسئله بود: منابع مالی، مقررات بازدارنده و بوروکراسی. ما اول دو قسمت اخیر میگم تا برسیم به اون نتیجه قسمت بعد بحث منابع مالی. ما قبول داریم قانون تحصیلات عالی موجود، ما قانون حداقل 30 سال پیش است که جوابگوی امروز ما نیست. شرط اول هر گونه تغییر در هر سیستمی ایجاد تغییر در زمینه‌های حقوقی قضیه است. ما اگر مکانیزم حقوقیش تغییر ندیم، زمینه جذب افراد تحصیل کرده را فراهم نکنیم، یک قدم به روی موفقیت حرکت نخواهیم کرد. لذا قانون تغییر میکنه، سازوکارهای حقوقی تغییر میکنه و او دغدغه‌ای که جناب استاد داره ان شاء الله مرتفع خواهد شد. اما بحث بوروکراسیش، ما معتقد هستیم مراکز علمی باید خودگردان باشه. مثل امروز نباشه که وزیر تحصیلات عالی یا معین تدریسی وزارت تحصیلات عالی در مورد کارکنان در درجه چندم یک پوهنتون هم تصمیم میگیره. ما معتقد به عدم تمرکز سازمانی و استقلال شخصیت حقوقی مراکز علمی هستیم. وقتی مرکز علمی ما، پوهنتون یا دانشگاه ما دارای شخصیت حقوقی مستقل خود شد، هم میتونه نیروی مورد نظر خود بر اساس مقررات خودش جذب کنه، هم میتونه منابع مالی برای خود بیافرینه. در بحث منابع مالی ما تنها بحث سیستم تحصیلات عالی یا تعلیم و تربیت را نداریم. کل بودجه افغانستان بعد از قد کمک‌های خارجی چی میشه؟ 2014 تمام شد، کمک‌ها هم خلاص میشه. پس در اون صورت ما چیکار بکنیم؟ ما یا دولت مرخص کنیم؟ نه، بر معرف تعلیم و تربیت عرض میکنم. آقای اشرفغنی احمدزی در این اجازه بدید، بله، شما کتاب یا منشور اون چی اجازه بدید چند درصد بودجه؟ حالا اجازه بدید شما درصد بودجه رو، حالا سخته که ما تعیین بکنیم در برنامه کلی یا در سند چشم‌انداز. بعد اقل شما اون معاشات معلمین هم نگفتید که چگونه است. بله، اونا متناسب با تورم، متناسب با نرخ، متناسب با شرایط زمان تغییر میکنه. نمیشه که از کنونی تغییر ایجاد میکنه. دقیقاً از هر شرایط کنونی تغییر میکنه. باید وضع زندگی بیش از 100 درصد، بیش از 100 درصد زندگی معلمین افغانستان تغییر کنه. وقتی 5000 و 6000 عالم معلم میگیره، چی میشه برایش؟ بیش از 100 درصد. مثلا 5000 شما چند میکنید؟ اجازه بدید شما عرض کردم بیش از 100 درصد. اجازه بدید در رابطه با اینکه منابع مالی رو ما چیکار میکنیم، یکی اینکه باید سیستم بودجه یک کشور متمرکز روی منابع داخلی شوه. منابع تمویل داخلی یک قسمت عمدهش مالیات هست که ما فرهنگ مالیات باید در افغانستان نهادینه بکنیم. فقط در موضوع اقلیت ها هم چون اجازه وقت داریم آقای بله اجازه بدید. نه خب شما وقت رعایت نکردید، جناب دکتر سفایز خیلی زیاد صحبت کرد. در این رابطه یکی بحث یا منابع یابی در داخل هست، دوم وقتی مراکز علمی یا خودشان تبدیل شد به شخصیت حقوقی مستقل، ابتکار عمل دستشان میشه، منابع برای خود ایجاد میکنه. ایره اگر ضرورت باشه، عرض کردم تحصیلات عالی رو ما میتونیم یک برنامه جداگانه در خدمت شما باشیم برای هموطنان خود توضیح بدیم که چگونه. در رابطه با بحث اقلیت‌ها کاملا ارزش‌های اعتقادیشان برای ما محترم هست، برای از اونها جداگانه به هیچ وجه تحمیل نمی‌کنیم اعتقادات خود. در رابطه با نیاسانجی که جناب افغان اشاره کردن، ما گفتیم در نوع نگاه ما یا در رویکردی با سیستم تعلیمی باید نیاسنجی یک از محورها باشه. اگر ما نیاسنجی رو در نظر نگیریم، رویکرد ما تغییر نمیکنه. نه اینکه نیاسنجی کردیم، ببینید نیاسنجی بر اساس آموزش روش فعال، بر اساس آموزش معطوف به هدف که نتیجه سیستم تحصیلات عالی ما تولید علم و تربیت نیروی انسانی یا نیروی بشری باشد. با توجه به این نکته و اما بحث ای که بعد از اینکه دوره ما تمام شد، آیا حکومت بعدی ملتزم به است یا نه، ما تلاش میکنیم سیستمی ایجاد بکنیم که این سیستم خودش مورد قبول حاکمان بعدی باشه و دیگه افغانستان شاهد تغییر سیستم با وجود آمدن یک حاکم نباشه. سپاسگزار و ممنون شما ملت بزرگ افغانستان که این بحث را دنبال کردید. این هم از دیدگاهی که اگر وقت فرصت نشد تا به گونه مشرب گفتم در برنامه بعدی. با امید سربلندی افغانستان تا برنامه دیگر پاینده بمانید. خدا نگهدار.